در شرایط اوایل انقلاب و در قیاب یک نهاد امنیتی متشکل و برخواسته از نیروهای انقلابی برخی از اعضای منافقین توانستند با بهرهگیری از ارتباطات قدیمی خود با برخی مقامات دولت موقت و نهزت آزادی در درون بعضی از مراکز حساس سیاسی و غذایی رخنه کنند. همزمان این گروه به توصیه تشکیلاتی خود در سطح دست دستد و در صدت برآمد یک نیروی شبه نظامی یا ارتش خصوصی از هواداران و اعضای خود تشکیل دهد. یکی از اعضای سابقه دار این سازمان که بعدها از آن کناره گرفت میگوید برخی از آن اعدامهای اولیه به اسم جمهوری اسلامی تمام شد اما در باطن کسانی از همه سازمان ها از جمله سازمان مجاهدین خلق جز آن دادگاهها بودند که عناصر رژیم گذشته را گاهی حتی مخفیانه اعدام می کردند. با انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری منافقین با وی همکاری نزدیک پیدا کردند که منجر به عملیات مسلحانه علیه مردم تشنج آفرینی و ایجاد خانه های تیمی در سالهای شست و شست و یک شد در این بین دادستانی انقلاب برای حفظ حقوق مدنی در اطلاعی خطاب به همه احزاب و گروه ها از آنان خواست رهبران خود را رسما معرفی کنند نشانی دفاتر خود را بدهند و اگر اسلحه و مهماتی در اختیار دارند تحویل دهند اما سازمان منافقین از پذیرش آن سر باز زد و اسلحه های خود را تحویل نداد در 27 خرداد 1360 بنی صدر به دلیل بیکفایتی و اقدامات غیرقانونی علیه امام دولت و مجلس و ناتوانی در اداره امور کشور برکنار شد درست یک روز بعد سازمان منافقین در ای آغاز رسمی شورش مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را اعلام کرد